6 ماه بعد از قتل فرمانده نیروی قدس سپاه در عراق، گزارشگر سازمان ملل میگوید کشتن قاسم سلیمانی غیرقانونی بود. جهش بی سابقه تعداد قربانیان کرونا در ایران، 200 نفر در شبانه روز گذشته جان باختند. معضل تازه کرونا برای دانشجویان خارجی در آمریکا، فقط کسانی که کلاس حضوری دارند روادید میگیرند. و پرستاری که میخواهد با نوای سازش به بیماران آرامش دهد. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. گزارشگر ویژه حقوق بشر و قطعهای هدفمند و فراغذایی سازمان ملل متحد میگوید ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، خلاف قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد بوده. قاسم سلیمانی 6 ماه پیش در حمله پهپادهای آمریکا در بغداد کشته شد. اگنس کالامارد در گزارشی گفته آمریکا نتوانسته ثابت کند او خطری فوری برای جان شهروندان آمریکایی بوده. باران عباسی گزارش می‌دهد. بقایای خودرو حامل قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، کمی بعد از اصابت موشکی که از یک پهپاد آمریکایی شلیک شد. 6 ماه پیش در نزدیکی فرودگاه بغداد. آمریکا این حمله را دفاع از خود خوانده و میگوید کشتن قاسم سلیمانی قانونی بوده. سخنی که در یک گزارش جدید سازمان ملل متحد نادرست خوانده شده. اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه حقوق بشر و قتل‌های هدفمند و فراغذایی سازمان ملل، میگوید این حمله توجیهی نداشته. آمریکا نتوانسته مدارک و شواهدی نشان دهد که از خطر فوری قاسم سلیمانی برای شهروندان آمریکایی حکایت و در نتیجه ترور کاروان خودروهای حامل او را توجیه کند. قاسم سلیمانی مدیر استراتژی و عملیاتی ایران در عراق و سوریه بود، اما فقدان تهدید فوری از سوی او علیه جان کسی موجب می شود که اقدام آمریکا غیر قانونی محسوب شود. حرفی در تضاد با سخنان مقام‌های آمریکا که سلیمانی را تروریست شماره یک جهان نامیدند. سلیمانی قصد داشت به زودی حمله‌های علیه دیپلمات‌ها و نیروهای نظامی آمریکایی انجام دهد. ما در حین عمل او را گرفتیم و به زندگیش پایان دادیم. این اقدام ما برای جلوگیری از جنگ بود، نشد. من معتقدم که ما امروز نسبت به زمانی که ارتش ما هنوز قاسم سلیمانی را نکشته بود در شرایط امن‌تری هستیم. این مرد رهبر یک سازمان تروریستی دولتی بود. ما رئیس جمهوری داریم که حاضر از قدرت ارتش برای محافظت از جان آمریکایی‌ها دفاع کنه. با این حال خانم کالامار در گزارشش میگوید استفاده از پهپاد برای انجام عملیات نظامی خطری فزاینده را پیش روی کشورها گذاشته و خواهان تدوین قوانین محدود کننده برای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین شده. در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت. در پی مرگ قاسم سلیمانی، رهبر ایران در دیدار با خانواده او وعده انتقامی سخت داد. سپاه پاسداران کمی بعد به یک پایگاه نظامی آمریکا در عراق حمله کرد، عملیاتی که کشته‌ای به جان نگذاشت. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. اما ساعتی بعد سپاه پاسداران یک هواپیمای اوکراینی که از فرودگاه تهران بلند شده بود را با موشک ساقط کرده و همه 176 سرنشین آن را کشت. حمله‌ای که سپاه میگوید اشتباهی انجام شد. مرگ قاسم سلیمانی که در سالهای اخیر در رسانه‌ها به عنوان فرمانده پرنفوذ ایران در منطقه مطرح شده بود، ضربه سخت به عملیات برون‌مرزی سپاه پاسداران بود. موجی سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه، کسی که بعضی می‌پرستیدند و دیگران قاتل فرزندانشان می‌دانستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل قرار است دو روز دیگر یافته‌های خود درباره مرگ او را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند. شورایی که آمریکا دو سال پیش از آن خارج شد و ایران هم در آن بارها به نقض حقوق بشر متهم شده. معلوم نیست این گزارش چه تأثیری در اقدامات مشابه احتمالی آمریکا و دیگر کشورها در آینده داشته باشد.
آنچه مشخص است اینکه 6 ماه بعد از مرگ قاسم سلیمانی اختلاف نظرها درباره عواقب حمله‌ای که به زندگی او پایان داد همچنان باقی است. باران عباسی، بی بی سی. از منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه بنینگتون نیویورک پرسیدم این گزارش سازمان ملل از نظر حقوقی یا اخلاقی چه تأثیری میتواند داشته باشد؟ اولین نکته‌ای که باید بگم اینه که عصر 51 که منشور سازمان ملل متحد دفاع از خیش رو در برابر خطری که با کلمات انگلیسی شرفت بکنم instant overwhelming leaving no choice and means of deliberation، یعنی آنی باشه، سخت باشه، هیچ نوع امکان گفتگو وجود نداشته باشه و به هیچ وجه راه دیگری در پیش نباشه. در این مورد هیچ یک از این شرایط در رابطه با کشتن آقای سلیمانی قابل دفاع نیست. بنابراین سوال شما اینه که از نظر حقوقی تردیدی نیست که آمریکا کار بسیار خلافی کرده، اما در دنیایی که ما زندگی کنیم حقوق بین‌الملل حقوقی نیست که دادگاهی مستقل در اونجا وجود داشته باشه که قضاوتی بکنه و این قضاوت قابل اجرا باشه در رابطه با کسانی که قانون رو نقض کردن. اگر ایران اعتبار سیاسی داشت و در رفتار و کردار خودش به حقوق بین‌الملل احترام گذاشته بود، در اون موقع میتونست از اصل 35 منشور استفاده بکنه و مسئله رو به شورای امنیت ببره. ولی متاسفانه کشوری که گروگانگیری کرده، به سفارتخانه‌های خارجی حمله کرده و حتی مرزهای بین‌المللی رو بر مبنای اعتقادات مذهبی خودش مورد احترام قرار نمیده، از اعتبار کافی برخوردار نیست که بتونه این مسئله رو در صحنه بین‌المللی و در شورای امنیت دنبال بکنه. البته این فکر می‌کنید که جایگاه جمهوری اسلامی طوری نیست که امروز بتونه از این گزارش حتی استفاده‌ای هم به نفع خودش ببره. اما چیزی که می‌خواستم بپرسم اینه که در شرایط فعلی آمریکا، سازمان ملل گفته که عملاً شواهدی آمریکا نداده و ارائه نکرده. اگر شواهدی ارائه می‌شد اون وقت ممکن بود که ما این گزارش رو گزارش متفاوتی ببینیم از اون چه که امروز هست؟ اگر در واقع آمریکا در اون زمان ادعا کرده که آقای سلیمانی در صدد برنامه ریزی برای حمله به سربازان آمریکایی در خاک عراق بوده، این اولین توجیهی بود که آمریکایی‌ها دادن. هیچ نوع دلیل و مدرکی ارائه نکردن که این ادعا درست باشه. از طرف دیگه عراق هم میتونه باز بر مبنای اصل 35 منشور از آمریکا شکر، در حالی که عراق سکوت کرد و در واقع موضع حقوقی نگرفت. اگر هم اعتراضی کرد، این اعتراض بیشتر جنبه سیاسی داشت. ولی با نهایت تأسف تقابل بین ایران و آمریکا در این 40 سال گذشته به شکلی بوده که هیچ یک از طرفین به قوانین و به طور کلی مقررات و عرف بین‌المللی احترام نگذاشتن. آمریکا که به طور کلی بیش از هر دولت دیگه، دولت ترامپ، اصلا حقوق بشر براش مطرح نیست و از شورای امنیت حقوق بشر هم به کلی بیرون اومده. یعنی که از جهت داخلی و از جهت روابط بین‌المللی انتقادات زیادی به آمریکا وارد بوده و اعتبار آمریکا بهش لطمه میخوره. این فقط هم سلیمانی نبود که کشته شد، 4 فرد دیگه در این حمله کشته شدن و هیچ توجیهی برای این قتل‌ها وجود نداشت. بنابراین ما اینجا وارد اعتبار سیاسی و امکانات اخلاقی و معنوی میشیم که بخواد آمریکا رو به مرحله‌ای برسونه که حداقل عذرخواهی بکنه، حداقل اعتراف به اشتباه خودش بکنه. ولی متأسفانه ایران چنین امکانی رو نداره. منصور فرهنگ بود، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه بنینگتون نیویورک. اما چند خبر کوتاه. سخنگوی دولت ایران میگوید اگر مشخص شود حادثه نطنز در نتیجه دخالت خارجی بوده، پاسخی به گفته او متناسب با آن داده خواهد شد. علی ربیعی گفته کارشناسان هنوز مشغول بررسی علت حادثه هستند. این در حالی است که شورای عالی امنیت ملی 1 روز بعد از انفجار یا آتش سوزی در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز گفته بود علت حادثه به طور کامل مشخص شده اما به دلایل امنیتی فعلا اعلام نمی‌شود.
در پی افزایش شدید موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در اسرائیل، رئیس خدمات سلامت عمومی وزارت بهداشت این کشور استعفا کرد. سیگال سدزکی میگوید دولت هشدارهای او را نادیده گرفته و خیلی زود قرنطینه و محدودیت‌ها را برداشته. آمار روزانه مبتلایان جدید در اسرائیل هفته گذشته به بیش از 1000 نفر رسید. دولت به تازگی محدودیت‌های تازه‌ای وضع کرده و میکده‌ها و باشگاه‌های ورزشی بسته شدند. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده در شبانه روز گذشته تنها 194 مورد مثبت کرونا در این کشور شناسایی شده و 22 نفر هم بر اثر ابتلا به این بیماری درگذشتند. به این ترتیب شمار کل جانباختگان بر اثر کرونا به 920 نفر رسیده. وزارت صحت میگوید تاکنون بیش از 20 هزار نفر که به این بیماری مبتلا شده بودند بهبود یافتند. در ایران در شبانه روز گذشته 200 بیمار دیگر بر اثر کووید 19 جان باختند. بیشترین تعداد از زمان شروع همه‌گیری. در این مدت حدود 2600 مورد جدید ابتلا هم شناسایی شده. در همین حال گفته میشه تعداد بیماران در پایتخت به سرعت رو به افزایش و پر شدن ظرفیت بعضی از بیمارستان‌ها شرایط سختی رو برای شماری از بیماران پدید آورده. پوریا ژافره گزارش میده. اینجا تهران، بیمارستان مسیح دانشوری. اوضاع وخیم است. علیرغم ماها هزینه جانی، مالی و سلامت روان، نبرد برای جلوگیری از شیوع همه‌گیری کرونا در ایران ادامه دارد و امکانات برای مقابله هم کافی نیست. وقتی همه تخت‌های بیمارستان پر باشند، بیماران این گونه باید در پارکینگ و توی ماشین اکسیژن بگیرند. آمار و شواهد حاکی از آن است که وضعیت پایتخت شاید بحرانی باشد، هرچند دولت این را اعلام نمی‌کند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته دیروز در بهشت زهرا 70 نفر که بر اثر کرونا جان باخته بودند دفن شدند و در همین حال میگوید ظرفیت سفرهای درون شهری هم تکمیل است. دیروز بیشتر از 1 میلیون نفر با مترو داخل تهران سفر کردند. دیروز 70 نفر دفنی داشتیم. الان عددامون اومده بالا تا 19 نفر دفنی اومدیم پایین، ولی الان آمار دیروز من گرفتم 70 نفر داشت. در بقیه کشور هم اوضاع به همین منوال است. هر جا جمعیت متمرکز است، کرونا هم حاضر است. وزیر بهداشت میگوید حرفمان را گوش نکردند و گرفتار شدیم. خلقی عزیزی شهری روانسر، تکای هم هشداره جدی بگیرید. یکی از نقاطی که اخیراً شدیدترین ضربه را از کرونا خورده مناطق کردنشین کشور است. کادر نظام پزشکی خسته‌اند و درمانده. همه به امید آنند که خود ایرانیان این ویروس را جدی بگیرند و اصولی است که ماهاست از رسانه‌های مختلف تکرار می‌شود را رعایت کنند. اکثر شهرهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی گزارش‌هایی که منتشر شده بیماران کرونایی بسیار آمارشون بالا رفته. در اکثر این شهرها وضعیت قرمز شده. بیمارستان‌ها تقریباً به حالت اشباع رسیدند. اکثر مسئولین بهداشتی اعلام میکنند که بیمارستان‌ها اشباع شدند و بیماران بیشتری را نمیتونند پذیرش کنند و به بیمارانی که وضعشون وخیم هستش صرفاً رسیدگی میکنند و سایر بیمارانی که مثبت هستند ولی وضعشون وخیم نیست توصیه میکنند که برگردند در خانه خودشون رو قرنطینه کنند. اما عده‌ای هم هستند که دردسری دوگانه دارند. آنها باید بین خطر بیماری و نان شبشان یکی را انتخاب کنند. تورم بسیار بالا رفته، اقشار آسیب پذیر از نظر اقتصادی اینا توانایی اینو ندارن در خونه بنشینن و مجبور هستن سر کار برن، چون درآمد و معیشتشون روزانه هستش. هر همون درآمدی که هر روز به دست میارن میتونن زندگی کنن. اگه برن تعطیل کنن کارشونو خیلی سخت براشون و بیشتر دست فروش ها هستن کسانی که وضعیتشون از نظر اقتصادی بسیار بدید. شرایط جوری شده که خیلی ها حساب روز و ماه را از یاد بردند. به امید روزی متفاوت از خواب بیدار می شوند ولی انگار دیروز تکرار می شوند. در ایران فعلا پایانی بر این جنگ با کرونا دیده نمی شود. جنگی که حالا نه فقط آمادگی جسمی بلکه اراده و نیروی ذهنی قوی هم می خواهد. پوریا ژافره، بی بی سی.
5 میلیون نفر از اهالی ملبورن، دومین شهر بزرگ استرالیا، بار دیگر قرنطینه شدند. در 24 ساعت گذشته 191 مورد تازه ابتلا به کرونا در این شهر شناسایی شده که از آغاز شیوع ویروس در استرالیا بی سابق است. در ملبورن مردم فقط برای امور ضروری میتونن از خانه بیرون برن. همزمان پژوهش‌های تازه نشون داده که روی ایمنی دست جمعی به ویروس کرونا نمیشه حساب کرد و تنها اقلیت کوچکی از کسانی که ویروس کرونا وارد بدنشون شده به اون ایمنی یافتند. مهرداد فرهمند گزارش میده. این برج‌ها زندان شده‌اند. سخت‌ترین قرنطینه تاریخ نچندان دراز استرالیا. 3000 نفر ساکنان برج‌های ملبورن حق ندارند تا 5 روز به هیچ وجه از خانه خارج شوند. اینجا کانون انتشار موج تازه کرونا در استرالیا شناسایی شده. در 5 روز قرار است همه ساکنان آزمایش شوند. ساکنان عمدتاً پناهندگان و دیگر افراد قشر آسیب پذیرند که دولت برایشان تدارک این خانه‌ها را دیده. خانواده ها پر جمعیت و راهروها و آسانسورها شلوغ و پر رفت و آمدند. یعنی بهترین بستر برای انتقال ویروس. دیگر محله های ملبورن هم دوباره به قرنطینه بازگشتند. روند شل شدن قرنطینه که در استرالیا آغاز شده بود، در ملبورن و ایالت ویکتوریا متوقف شده. مرزهای ایالت ویکتوریا را بستند. عامل اصلی انتشار ویروس در ملبورن نگهبانان هتل ها شناسایی شدند که وظیفهشان اجرای مقررات قرنطینه بوده، اما خودشان از یک سیگار مشترک کام گرفتند. برخی هم با مهمانان هتل سکس داشتند. این نگهبانان اکنون تحت پیگرد قضایی هستند. قرارداد شرکت‌های کارفرمایشان فسخ شده. از گوشه‌های دیگر جهان هم نشانه‌های دیگری از احتمال بروز موج تازه انتشار ویروس کرونا می‌رسد. در اسپانیا، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که نباید به ایمنی دست جمعی از ویروس کرونا دل بست. از کسانی که ویروس کرونا به بدنشان راه یافته، تنها 0.52% نسبت به آن ایمنی پیدا کردند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید قتل قاسم سلیمانی در حمله پهپادهای آمریکایی در عراق خلاف قوانین بین المللی بوده. در شبانه روز گذشته 200 نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند که از زمان آغاز اپیدمی بی سابق است. در ادامه این برنامه پرستاری که با نوای سازش به بیماران آرامش می‌دهد. اداره مهاجرت آمریکا میگوید دانشجویان خارجی باید در کلاس‌های حضوری ترم پایی ثبت نام کنند تا بتوانند روادید بگیرند. این در حالی است که شمار زیادی از دانشگاه‌های آمریکا می‌خواهند ظرف 1 سال آینده به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا کلاس‌های خودشون رو به طور مجازی یا ترکیبی از حضوری و مجازی برگزار کنند. دستورالعمل تازه پلیس مهاجرت آمریکا که دوشنبه منتشر شد، شامل حال دارندگان ویزای تبادل تحصیلاتی و دانشجویان خارجی میشه. کامبیز فتایی همکارم از واشنگتن با ما هست. کامبیز، این قوانین جدید خیلی ها رو نگران کرده، به خصوص کسانی که در حال حاضر هم این ویزا رو دارن یا مثلا در خاک آمریکا هستن، اونها هم شاید گیج شدن که نمیدونن باید چه کنن. کمی از جزئیاتش برام بگو. خب بنابر دستور جدید در ترم پاییزی که باهاش خیلی فاصله نداریم، این دانشجویان بین‌المللی یا خارجی که کم هم نیستن، یه چیزی حدود 1 میلیون هستن در آمریکا، اینها باید در مؤسساتی برن که کلاس‌های حضوری باشه، کلاس‌های آنلاین نباشه. البته این رو باید اضافه کنم که کلاً دانشجوهای خارجی که با ویزای دانشجویی به آمریکا میان، معمولاً کلاس‌ها باید حضوری باشه، کلاس آنلاین زیادی ندارن. ولی بعد از اینکه به خاطر ویروس کرونا خیلی از در واقع دانشگاه‌ها تعطیل شدند و کلاس‌ها آنلاین شد، این در واقع مقررات در مورد اینها لغو شد
خیلی از دانشگاه ها خواستار این بودن که این لغو ادامه پیدا بکنه، منتها دستور جدید خلاف این رو داره میگه، یعنی اینکه میگه که برخلاف چند ماه اخیر از این به بعد در ترم آینده دانشجوها باید در کلاس های حضوری شرکت بکنن. اگر اون مؤسسه یا اون دانشگاه کلاس حضوری یا نیمه حضوری ارائه نمیده و فقط میخواد آنلاین کلاس ارائه بده، این دانشجوها نمیتونن اونجا تحصیل کنن، ویزا لغو در داخل آمریکا هست. اگر هستند از کشور باید خارج بشن یا اینکه اصلا اینها رو به آمریکا راه نمیدن. و این در حال مسئله میشه گفت نه فقط فشار بر این دانشجویان هست، بلکه فشار بر دانشگاه های آمریکاست، چرا که یه چیزی حدود 8% دانشگاه ها میخوان کلاس ها رو فقط آنلاین برگزار بکنن. این دانشجوها پول بسیار زیادی رو به آمریکا میارن، یه چیزی حدود بالای 40 میلیارد دلار ارزیابی میشه. قطعا واکنش های زیادی هم چنین قانونی برخواهد انگیخت. خب بله، البته دونالد ترامپ استقبال کرده بلافاصله بعد از صدور دستور، در توییت کرد که دانشگاه ها به صورت کامل باز بشن. این یک دعوای جمهوری خواها در برابر شاید میشه گفت دموکرات هاست و به خصوص رئیس جمهوری آمریکا که میگه دانشگاه ها باید نه فقط کلاس ها آنلاین برگزار نشه، که باید به صورت کامل باز بشن در ترم جدید. منتها در طرف مقابل میبینیم که دانشگاه هایی مثل هاروارد، رئیس دانشگاه اعتراض کرده، این دستور رو محکوم کرده، گروه های لابی دانشگاه ها اعتراض کردند و این رو از لحاظ بهداشت عمومی هم حتی خطرناک میدونن، اینکه اجباری کنن، یه سری اجبار کنن، فشار بیارن که یک سری دانشجوها باید بیان سر کلاس. و همینطور میبینیم که اشخاصی مانند برنی سندرز، سناتور سندرز لیبرال، گفته که به گفته او بیرحمی های کاخ سفید حد و حسابی نداره. ممنونم ازت کامبیز فتایی، همکارم از واشنگتن. چین و پاکستان از گروه طالبان خواستند سطح خشونت‌ها را هر چه زودتر در افغانستان کاهش دهد تا زمینه گفتگو میان این گروه و دولت فراهم شود. حمایت از روند صلح این کشور و تأکید بر شروع مذاکرات از سوی این دو کشور در نشست سه‌جانبه افغانستان، چین و پاکستان صورت گرفت. این نشست امروز با حضور معاونان وزرای خارجه سه کشور از طریق ویدئو کنفرانس به میزبانی رئیس جمهوری افغانستان برگزار شد. نسیم نوا همکارم از کابل با ما هست. نسیم، کمی بهمون بگو که بیش از اون چه که من گفتم در مورد چه چیزهای دیگه ای توافق صورت گرفته. همونطور که گفتین، یک قسمت بزرگ گفتگوی امروز میان افغانستان، پاکستان و چین برمیگرده به کلن روند صلح، آزادی زندانیان و کاهش خشونت‌ها، که هر دو طرف تاکید کردن که بعد دولت و طالبان هرچه زودتر به پای میز مذاکره بشینن و خشونت‌ها در افغانستان باید کاهش پیدا کنه. در کنار این دو موضوع، عمده دیگه هم شامل اجنده بحث امروز این کنفرانس بوده، یکی کلن همکاری‌های مشترک پاکستان و چین برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان هست و اینکه کمک‌های بین‌المللی رو جلب بکنن تا اینکه در افغانستان چه بهتر با این ویروس مبارزه کرد. و یک قسمت دیگه بحث هم برمیگرده به همکاری های همه جانبه کلی که قبلا هم تقریبا وجود داشته در نشست های سه جانبه مشترک قبلی هم بحث شده، مثل اجرای تفاهم نامه امنیتی که قبلا در سال 2018 بین این سه طرف امضا شده بود، یا اینکه همکاری تازه برای مبارزه مشترک با تروریسم. اینها از موارد اصلی بحث امروز بوده. دولت افغانستان همزمان پیش روی خودش شروع مذاکرات رو با طالبان در پیش داره و احتمال داره که به زودی این مذاکرات هم آغاز بشه. در شرایط فعلی این جلسه چقدر مهم هست؟ خب در این شرایط که البته قرار بود ماه قبل هر لحظه امکان شروع این مذاکرات میان دولت و طالبان وجود داشت و حالا هم انتظار میره که به زودی این مذاکرات شروع بشه، در این زمان خیلی مهم هست برگزاری چنین نشست‌هایی، چون افغانستان کلا مسئله صلح افغانستان تنها مسئله ملی و منطقه‌ای نیست، هم حتی بازیگرهای جهانی داره و رسیدن به یک اجماع در مورد صلح اهمیت زیادی داره. حالا به همین دلیل احتمالا دولت افغانستان تصمیم گرفته که گفتگوهای بیشتری در سطح منطقه و در کل در سطح جهان داشته باشه، به همین دلیل چنین نشست‌هایی رو برگزار کرده. دیروز هم یک نشست منطقی تشکیل شده بود در ارگ ریاست جمهوری، همینطوری به شکل ویدیو کنفرانس که کشورهای منطقه و کشورهای آسیایی بیشتر با حضور سازمان ملل و آمریکا حضور داشتن.
بر علاوه روز پنجشنبه هم قرار هست که یک نشست بزرگتری با حضور نمایندگان 20 کشور دنیا از کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی در مورد صلح افغانستان همینطور به گونه آنلاین برگزار بشه به میزبانی ارگ ریاست جمهوری و تمام هدف این هست که در کل در مورد روند صلح به یک اجماع کلی دست پیدا بکنن. ممنونم ازت نسرین نوا، همکارم از کابل. شیلی از کشورهایی که شیوع کرونا در اون گسترده بوده. حدود 300 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 6 هزار نفر هم جانشون را از دست دادن. تیم آلمن در گزارشش از پرستاری میگه که در این کشور با روشی نه چندان معمول تلاش میکنه شرایط بیمارستان محل کارش رو برای بیماران و همکارانش قابل تحمل تر کنه. حتی جایی که ترس بر همه چیز غلبه دارد، صدای زیبای امید میتواند وجود داشته باشد. در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در سانتیاگو پایتخت شیلی، دیماری سیلوا از پرستاران این بخش برای بیماران ویولون می‌نوازد. شیفت کاریش تمام شده، اما ساعت‌ها در راهروهای بخش راه می‌رود و با نواختن موسیقی فضا را تلطیف می‌کند. سعی میکنم با نواختن ویولون عشق، باور و امید رو تو این فضا ایجاد کنم. این کار رو همیشه با تمام وجود و از ته قلبم انجام میدم. دیماریس دو بار در هفته ویولون مینوازد، ترکیبی از آهنگهای مشهور محلی. بعضی از بیمارها هفته هاست در بیمارستان بستری هستند، اما دیماریس فقط برای بیماران نمی نوازد. او به پزشکان و پرستارانی که آنها را درمان می کنند هم کمک می کند. خیلی خوبه که موسیقی می زنه. کار خیلی زیباییه. شاید حتی بیشتر از ما به حال مریضان مفید باشه، چون اونا به خاطر بستری بودن مضطرب و نگرانند. وزارت بهداشت شیلی گفته شواهد و آمار نشان می‌دهد که شرایط در این کشور در حال بهبود است، اما در سیستمی که در حال عبور از نقطه اوج همه‌گیری است، حفظ و بالا بردن روحیه بسیار مهم است. دیماریس گام به گام و نوت به نوت نهایت تلاشش را می‌کند. تیم اولمن، بی بی سی نیوز. این ویولون البته از اون سازهایی که اگه درست نزنی وضعیت بیمارا رو خیلی بدتر هم ممکن بکنه. ممنون از همراهیتون، تا دقایق دیگه با خلاصه خبر باشم.